صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله يا امام زمان کمک بکن. روایت است که روزی به مسجد کوفه نشسته بود حضور پدر علی اکبر، یکی چو باغ گل و دیگری چو شاخه گل، یکی چو شمس فروزنده بود، یکی چو قمر. پدر نگاه به ماه رخ پسر می کرد، پسر به روی پدر داشتی هماره نظر. حرفم نمی زدم، با هم تو نگاه می کنم سیر نمی شده. در آن میان علی کرد خواهش انگور، ز سید الشهدان امام جن و بشر، نبود موسم انگور تا ولی خدا دهد ز مهر و وفا خوشه به دست پسر. در آن میان خلایق نظاره می کردن چگونه می شود آرام آن نکو منظر. خورد سال بود علی اکبر تو دامن امام حسین نشسته بود، یه نگاه به بابا کرد. این بچه ها یه هوس میکنه یه چیزی، البته علی اکبر هوسونه چیزی رو نمیخواد، میخواد مردم ببینن، ببینن بابا اینطوری دستش میکنه توی درخت خشک، هر جایی حسین اراده بکنه، از هر جایی اراده بکنه دستش میبره از تو بهشت انگور چینه میاره. فاصله حسین با بهشت هیچ فاصله ای نیست، حسین بهشت. کنار مسجد کوفه درخت خشکی بود که از گذشت زمانش نبرگ بود و نبر، امام دست مبارک بران درخت نهاد که شد ز معجز دستش دوباره سبز شجر. عیان به شاخیان گشت خوشه انگور، چه خوشه ای که همه حبه های آن گوهر. عزیزم داداش جان، حضرت مریم سلام الله علیها کنار یه نخل خشکی اومد وضع اهم کرد، عیسی به دنیا بیاد نخل بارور شد. امام رضا علیه السلام یه دانه ای کاشت، همون موقع بارور شد. امیرالمومنین پاجوش نه، همین الانم به سادات مدینه میگم بیا بکار. یه ببین حسین برای علی اکبر انگور میخواد. اون درخت هم هرچی همت داره رو میکنه، همه هنر خدا تو خوشهای انگور. این گوهر درخشان سبز شد به دست خیش ورا چید، دانه دانه نمود نهاد در دهن پاک آن فروغ بسر.
تن تو کن بابا جان، نوش جان دورت بگردم. نخواست تا که عزیز دلش شود غمگین، برای خوشه انگور حجت داور فتاد. باز دلم یاد روز عاشورا، ز لحظه ای که علی آب خواست زان سرور، ندانم آن که به فرزند فاطمه چه گذشت. فتاد چون نگشت بر لبان خشک پسر، دو دیده تا رود و لب خشک و تن همه مجروح. صدای آتشش زد به قلب باب شرر، نبود قطره آبی که تر کند لب. کشید خجلت و آهش به آسمان زد سر. عرض داشت بابا آتشون قد قتلنی، آتش منو کشت و ثقل الحدید اجهدنی، این سنگینی زرهم با من داره می جنگه. زره مال کیه؟ زره مال پیغمبره. این زره سنگین بود، فقط هم به قد و قواره علی اکبر میخور. این زره و تنش کرد شاید لشکر ببینن حیا کنن. سرشک بود که از دیده پدر میخ، روزه علی اکبر علیه السلام مثل آتیش تو جنگله، اگه خاموش بشه زود خاموش میشه، ولی اگه بگیره بعد مستمعش هم اگه جوون باشه علی اکبری باشه. چقدر بابات حرستو خورده، بیرون میری خودتو بپوشون سرما نخوری، کی میای؟ سرشک بود که از دیده پدر میریخت، گرفت نور دل خیش را چو جان در بر. دهان گشود و بگفتا زبان بیار علی، زبان نهاد علی در دهان خشک پدر. پدر مکید زبانی که بود چوبه خشک، خدا خیر بده آجاقای سازگار، خوب دل بده، خوب دل بده، خوب دل بده. تصویرش رو تو تصویر ببینی کار تمومه، کار خودی کرد. پدر مکید زبانی که بود چوبه خشک، پسر گرفت لبی که از سرشک بودی تر. این آدم گور میگیره. نگاه زینب کبرا به عشق چشم حسین، نگاه حضرت عباس بر علی اکبر، چو جان زخیش علی را جدا نمود امام. تو گویان که زدی مرغ روحش از تن پر، بگفت ای پسرم باز شو سوی میدان، که آب بر تو نگه داشته است پیغمبر.
برو که منتظرت ایستادن سپاه که پاره پاره شود جسمت از دم خنجر. برو که خواست از من خدای حی ودود تو پیش دیده من مثل گل شوی. هزار حیف از آن مصحف شریف که شد ورق ورق همه از تیر و نیزه و خنجر. تا سر روی گردن عقاب افتاد خون شتک زد به چشم اسب. دیگه اسب ندید میخواد سوارشو برگردونه به خیمه که جای امن پیدا کنه. شروع کرد دور خودش چرخیدن. یه نانجیبی اومد سریع لجام عقاب رو گرفت. نگاه کرد دید حسین داره میاد. شروع کرد دویدن به طرف آخر لشکر یه جایی ببرنش که دست باباش نرسه. اینجا باید بگی قریب گیر آوردن. کسی نبود که زخمی بران بدن نزند. های های دلی نبود که سوزد برو در آن لشکر. دلشونم میسوخت یه دل. ببین با جوان حسین چه کردن. هزار زخم به یک تن چگونه شرح دهم. هزار قاتل و یک کشته چون کنم باور. شنیدم که سر نعش او کشید حسین صدای یا ولدی هفت مرتبه ز جگر. اصلا خوب حسین نوه خون باشه، شما هم با اربابتون نوه بخونید. همه صدا بزنن اونطوری که حسین صدا زد. دیگه در عالم کسی نمیتونه صدا بزنه، اما شما با اربابتون ابنال صدا بزنید. یا ولدی بالا. آی ناله زد حسینا. حسین تو صبح امیدی. حیرت میشم از روزه نمیدونم چمه. تو صبح امیدی علی اکبری سرفرازی رشیدی. چو دیدی خودت را فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیه و قلن هاش لله ما هذا بشر. تا یوسف دیدن دستشون بریدن گفتن الله و اکبر، این اصلا بشر نیست. چو دیدی خودت را خودت دست های خودت را بریدی. کلید از قاسم تا
تو باب الحوائج تری شاکلیدی مراد است زینب، تو در مکتب عم جانت مریدی شبیه ابوالفضل، تو در رز مازی خیلی بعیدی علی، به هنگام پیکار از اسم علی رو نوشت جدیدی، دوتا ابرویت را اگر کج کنی سرز دشمن بریدی. عجب جایگاهی که بین بنی هاشم اول شهیدی، چنان پا کشیدی که اندازه کربلا قد کشیدی. همه جا تو میدون میکشوندنش، حسین بهش نرسید، ارباب آخرت دید علیشو پیدا نمی کنه، یه مرتبه دید یه جای حجم شمشیر زیاده، بالا پایین میره، بچم اینجاست. شکسته همه کاره عالم، شکسته نشسته پدر پیش نعش تو، خسته نشسته گسستی تو. چرا من باید اینقدر توضیح بدم برای روزه؟ اصلا چرا باید؟ مگه تو خودت روزه گوش نمی کنی؟ مگه خودت معنی شعر رو متوجه نمیشی؟ چرا؟ گسستی تو. همه جا علی اکبر ریخته، گسستی تو بابات، هم از این جهان دل گسسته نشسته، و تا دست تیغ است که در جسم تو دست دست. سنانیست داده زنی روی تل، چشم بسته نشسته، چه کردی که بابات به سمتت می آید نشسته؟ جانم به فدات علی جان. هر سال گفتم نقش این روزم اینطوری تو دل من هست، بازم امسالم میگم دیدی بعضی ها داغدار میشن، یه عده دور و برشونو دارن، میگن بذارید به عزاداریش برسه. حسین به طرف خیمه ها صدا نزد، جوانای بنی هاشم بیایید، جوانای بنی هاشم یه دایره دور ابی عبدالله بستن، بابا وقت داشته باشه کنار بچهش گریه کنه، ولی عباس با این بچه زندگی کرده، هم مراقبه کسی به حسین حمله نکنه، هم یه نیم نگاهی داشت به علی اکبر، هی زیر لب و عمود برات ببینه. کشته عباس ایستاده بود، مراقب بود، خمیده بریده. حرفامو تو شعر دارم میزنم،
پدر تا به جسمت رسیده بریده، ندیده ز جانش تو را هر کسی هم ندیده بریده. نفس های بابات به دنبالت از بس دویده بریده، شدی خوشه ای که تو را دشمن از سر نچیده بریده. چنین بود صحنه چطور بود؟ تو را تیغ دیده پریده بریده و مقراض بعدش رسیده کشیده جویده بریده. شدی اربن اربا بریده 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 بریده، بدن رو نتونستن بلند کنن رو عبا بذاره، از زیر بدن عبا رو حسین رد کرد. اصلا خدا میخواد به بنداش یه چیزی رو اثبات کنه و نشان بده، مثال میزنه افلا ینظرون مثل و کلمت طیبه مثل و مثل و مثل و با مثال روشن میشه. یه عده میگن چطور با عبا آورد، عبایی که پیغمبر و علی و فاطمه و امام مجتبی و ابی عبدالله و جبرئیل زیرش نشستن برا ما دعا کردن، همون عبا تابوت علی اکبر. عبای پیغمبر رو برداشت کنار بدن پهن کرد. اون مثاله چی شد؟ الان میگم. خورد خورد از زیر بدن عبا رو رد کرد، گوشه عبا از اون طرف بدن اومد بیرون. مثال مثال سفره دیدی میخوای جمع کنی خورده های نون رو بیاری وسط، گوشه عبا رو بلند کردن بدن تو عبا قرار گرفت. به جوانای بنی هاشم بچم رو ببری، رکنتون رو به خیمه ها ببری، جوانان بنی هاشم ببین همه این جوانا کشته مرده علی اکبر بودن، یه جوری این بدن رو بردن. جوانان بنی علی را بردره علی جانم علی التماس کن علی جانم علی، یه جوری مثل التماس اربابت صحبت کرد، فقط این لبتو باز کن یه بابا انگوش در دهان علی اکبر کرد، لخته های خونو در آورد پشتش آرام زد، گفت نفس بکش یه بابا
علی جانم علی، خیز از جا آب رویم را بخر، پاشو ببینم به جانت کنارت نشسته. همه صدا بزنید یا حسین، علی اکبری صدا بزن، هر کی میخواد از جوونیش خیر ببینه یه جوری صدا بزن علی اکبر. امام حسین یه نگاه جانانه بهت بکنه، یا علی اکبر جان عالم فدا. ای حسین، یک آن همه دستا رو بیارین بالا، بگیرین پر دامنه آقازاده امام حسینو. ای حسین،